سرخط خبرها. دیگه تقریبا در کشور چرخیده و این یکی از زنگهای خطر جدی برای مدیریت کرونا است که آغاز شد. ویروس جهش یافته در انگلستان در ایران هم پخش شد. در 9 شهر خوزستان هم وضعیت قرمز شد. انتقاد شورای امنیت ملی افغانستان از روند مذاکرات صلح. حمدالله محب میگوید طالبان آماده جنگی جدید می شود. تظاهرات گسترده در میانمار. 12 روز بعد از کودتای نظامیان ارتش به طرف معترضان گاز اشکاور شلیک کرد. و پورتراهایی که یاد قربانیان کرونا را زنده نگه می دارد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. وزیر بهداشت ایران از پخش یکی از انواع جدید ویروس کرونا در این کشور خبر داد. سعید نمکی گفته این ویروس از نوع جهش یافته است که در بریتانیا شایع شده و روزهای سختی را در مقابله با کرونا پیش بینی کرده. در همین حال بر اساس تازه‌ترین آمار ستاد ملی مقابله با کرونا، 9 شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. هشدار درباره خیز چهارم کرونا در ایران. نوع جهش یافته ویروس کرونا که اولین بار در بریتانیا پیدا شد، حالا در ایران پخش شده. مرگ یک خانم 71 ساله‌ای که در خیابان وحدت اسلامی بود و هیچ مسافرتی به هیچ جا نداشت و اتفاقی که در آبیک افتاد و در بیمارستان هشتگرد اثبات کرد که ویروس دیگه تقریبا در کشور چرخیده. و ما باید همه جا فکر کنیم، زیر پوست هر شهری، هر روستایی و هر خانواده‌ای ممکنه این ویروس را بشه پیدا کرد. اینجا خوزستان حالا تنها استانی است که وضعیت شیوع کرونا در آن وخیم است. شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، دسفول، دشت آزادگان، کارون، هویزه، شادگان و البته شوشتر هم روند افزایشی رو داره. این هم گفته های فرهاد ابوالنژادیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره وضعیت نگران کننده کرونا. ظرفیت بیمارستان رازی اهواز تکمیل شده و بیماران مبتلا به کرونا در 3 بیمارستان دیگر اهواز بستری می شوند. وضعیت کنونی استان خوزستان ناگوار و بسیار نگران کننده است و خروج از آن نیازمند اقدام فوری و جدی است. همزمان سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان از اعمال محدودیت‌های جدید در این استان خبر داده. این محدودیت‌ها شامل دورکاری 2/3 کارکنان در مناطق نارنجی و قرمز و 1/3 کارکنان ادارات در شهرهای زرد است. رفت و آمد خودروها از 9 شب تا 4 صبح هم ممنوع است. در شهرهای قرمز و نارنجی خودروهای پلاک محلی نباید از شهر خارج شوند و پلاک‌های غیر بومی هم اجازه ورود نخواهند داشت. این هم محموله دوم واکسن اسپوتنیک است که دیشب وارد ایران شده. مقدار آن هم 100,000 دوز است. بحثا درباره خرید واکسن در ایران، مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با خرید واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی و در نهایت خرید واکسن روسی نگرانی‌هایی را در بین مردم ایجاد کرده. اطلاعات غلط درباره تزریق واکسن و پیامدهای ناشی از آن هم موجب شده که مقام‌های مختلف درباره عوارض آن توضیح دهند. این لحظه هم افرادی که واکسن زدن هیچ عارضه خاص و جدی نداشتن، به جز عوارض حال معمولی که مثل هر واکسنی که زده میشه، حال ممکنه یه خورده درد محل تزریق و یه خورده حالا حالت تب و اینا که یه چیز عادی و طبیعیه. با وجود احتمال موج چهارم کرونا در ایران، اما هنوز هیچ شهری به طور کامل تعطیل نشده. واکسیناسیون به کندی صورت میگیرد و مسئولان همچنان از مردم میخواهند رعایت کنند. راه دیگه نداریم، یعنی همون شستن دست تکرار میشه. برخی از منتقدان میگویند راهگیری و کنترل مبتلایان به کرونا در ایران به درستی انجام نمیشود. به نظر میرسد برداشته شدن محدودیت ها در شهرهای مختلف هم از مواردی است که به شیوع دوباره این ویروس در ایران دامن زده. فرین عاصمی، بی بی سی.
برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. در ایران دادستان اصفهان از صدور دستور قضایی برای شناسایی افرادی خبر داد که روز 22 بهمن علیه رئیس جمهوری شعار دادند. علی اصفهانی آنها را قانون شکن خوانده و گفته قوه قضایی قاطعانه برخورد خواهد کرد. دیروز هم هیئت دولت بیانیه تند در این باره صادر کرد. در مراسم سالگرد انقلاب در اصفهان عده‌ای موتور سوار شعار مرگ بر روحانی داده بودند. یک مینه به جامانده از جنگ ایران عراق جان یک نفر را در شهرستان مهران در غرب ایران گرفت. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته قربانی شهروندی 45 ساله بوده. دو هفته پیش هم در سر پل ذهاب یک چوپان بر اثر انفجار مین پایش را از دست داد. بیش از 9000 نفر در ایران بر اثر انفجار مین کشته شدند که اغلب از کولبران کرد و شهروندان نواحی مرزی هستند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران میگوید محمد باقر قالیباف به خاطر ناهماهنگی وزارت خارجه نتوانست با رئیس جمهوری روسیه ملاقات کند. گفته شده رئیس مجلس هفته پیش برای رساندن پیام رهبر ایران به ولادیمیر پوتین به روسیه رفته بود، اما سرانجام این پیام را به رئیس دومای روسیه داد. ناکامی آقای قالیباف در ملاقات با آقای پوتین در محافل سیاسی ایران جنجال برانگیز شده و بعضی آن را یک رسوایی خواندند. در یک انفجار انتحاری در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در جنوب افغانستان 12 پلیس زخمی شدند. وزارت داخله گفته مهاجم با خودروی پر از مواد انفجاری قصد داشته به نیروهای امنیتی حمله کند، اما قبل از رسیدن به هدف شناسایی و به سمت او شلیک شده. به گفته مسئولان محلی زخم سربازان سطحی است، اما این انفجار باعث خرابی خانه ها و مکتب محل شده. در یک انفجار دیگر در ولایت ننگرهار هم 3 غیر نظامی زخمی شدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان هنوز آماده مصالحه نیست و به دنبال تصاحب قدرت مطلق است نه شراکت در حکومت. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی در نشست خبری گفته دولت همچنان آماده مذاکره است، اما طالبان میز مذاکره را ترک کرده و خود را برای جنگ بهاری آماده میکند. طالبان در این مورد اظهاری نظری نکرده، اما در بیش از یک ماه گذشته فقط در 2 جلسه مذاکره در دوحه حاضر شده. نسرین نوا گزارش میدهد. جلسه نهادهای امنیتی با خبرنگاران، سوالها فراوان و گوناگون، اما پاسخها تقریبا یک دست و قابل پیش بینی. تاکید دولت بر عدم آمادگی طالبان برای مصالحه و تفاهم. دولت میگوید گروه طالبان در پی قدرت مطلق است. طالب مطلق قدرت غواری، بیان تکرارو مطلق قدرت غواری. آنچه که به باور آنها مذاکرات را به بنبست کشانده. بابت از اینکه طالبا علاقمندی به صلح ندارن به بنبست رسیدن، ما تمام آمادگی خود داریم. هنوزم تیم ما آماده مذاکره است اگر طالبا بخواه. به نظر ما بازنده سال قبل 2020 طالبا بود. به هر صورت چون تمام دنیا امیدواری از این را داشتند که طالبا یک تغییر ببینه. این مقام امنیتی تاکید کرده رهایی زندانیان طالبان نه پیش از این و نه در آینده سودی برای وضعیت امنیتی دارد. طالبا ای را وعده کرده بودند که بعد از اینکه زندانی ها رها میشن اینا در افغانستان خشونت کاهش میابند. با وجود از اینکه ما خواستار آتش بست کامل بودیم، ولی گفتن که خشونت کم میکنه. ما شما شاید از این هستیم که خشونت کم نشده. یعنی ما هیچ فایده از رهایی زندانی ها را ندیدیم، بغیر بجز از این که اونمو خشونت زیاد شده و کشتار افغان ها زیاد شده. ما فایده دیگر در رهایی زندانی های آینده هم نمیبینیم. چگونه باید خروج صورت بگیره؟ در همین حال مسئولان امنیتی میگویند این خشونت ها را بی جواب نگذاشتند. ما از شروع سال تا حال حدود 455 نفر که دخیل در ترورهای هدفمند بودند اینا را دستگیر کردیم، پیش ما هستند و دوسیه‌هایشان به سارنولی تسلیم شده و حدود 104 نفر مشخصاً کسایی بودند که در ماین‌های چسبکی دخیل بودند. با این حال در افغانستان روزی نیست که بدون خبر ترور یا انفجار شب شود، حداقل در 2 ماه گذشته. امروز هم در یک انفجار انتحاری در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در جنوب افغانستان 12 پلیس زخمی شدند. انفجاری که به مناطق مسکونی اطراف آسیب بسیاری زده. همزمان انفجار در یک خودرو پلیس در ولایت ننگرهار
باعث زخمی شدن 3 غیر نظامی شده. انفجارهایی که کسی مسئولیت نگرفته، اما امروز یک بار دیگر دولت گفت عامل 98% همه اینها طالبان است، آنچرا که این گروه همواره رد کرده. انگشت انتقاد دولت و طالبان پس از شروع مذاکرات هم به سوی یکدیگر بلند بوده، اما وساطت‌های بین‌المللی تقریباً بیشتر مواقع فشاری برای ادامه روند مذاکرات صلح اعمال کرده. حالا با سکوت نسبی آمریکا مشخص نیست چه زمانی طالبان دوباره به میز مذاکره برگردند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. فرشید حکیمیار تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از ویرجینیای آمریکا با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای حکیمیار، روند ادامه خشونت از سوی طالبان آیا نشان از این داره که این گروه امیدواره با ادامه خشونت قدرت بیشتری رو به دست بگیره، یا اینکه از ضعف اونها ناشی میشه؟ سلام، روز شما خوش. من فکر کنم در مجموع طالبان با ایجاد فشار روی دولت و مردم افغانستان و بخصوص افزایش سطح خشونت و ذهن و فهم خودشان ای است که با ایجاد فشار بیشتر آمریکا و دوستای بین‌المللیشان مجبور میشن تا به میز مذاکره بیانند، که در مجموع به نظر من یک اشتباه کلی در دیدگاهشان است. تعاملات کلان در سطح منطقه با آمدن آقای بایدن در قصر سفید تغییر کرده. آمریکا طبعاً در تلاش است تا با شرکای کلان بین‌المللی، چی از نگاه امنیتی و چی از نگاه تجارتی، چون چین، روسیه، ایران مثلا روی بحث اسوی کار میکنن، ببینن آمریکا مصروف رایزنی به خاطر تعیین خطوط اساسی سیاست خارجی خود است، و در این میان طالبا خودشان نمیفهمند که خب مسیر نهایی آمریکا چی خواهد شد، و به مو خاطر فکر میکنند که امو استراتژی فشار بیشتر خشونت، فشار بیشتر روی دولت و مردم افغانستان و بخصوص دوستای بین‌المللیشان است، که فکر کنم در این عرصه اینا دارن جدن اشتباه میکنند. در یک ماه گذشته گروه طالبان فقط در 2 جلسه در دوحه، در مذاکرات دوحه شرکت کردند. طرف افغان چقدر واقعا از ادامه این مذاکرات استقبال میکنه و چقدر متعهد هست به مذاکره با طالبان؟ خب دلیل اساسی اشتراک نکردن طالبان در این مذاکرات در حقیقت نبود روشنایی و درک درست از آمریکا و سیاست خارجی آمریکا در منطقه است. طالبان طبعاً با ایجاد تعویق در پروسه انتخابات میخوان بیشتر بدانند، و تا دوستای نزدیک بین‌المللی طالبان هم دقیق نمیفهمند که خب آمریکا در منطقه چی میخواد انجام بده. به می اساس اینا کوشش میکنن زمان از دست بتر و بیشتر زمان از دست، نه بلکه زمان کوشی کنن، یعنی وقت ضایع میکنن تا ببینن که حداقل دیدگاه کلان چی است. از جانب دیگه دولت افغانستان همیشه گفتن که ما آماده مذاکرات هستیم. خب در همینجا اساسی ترین فکر کنم میشه پیچیدگی بس دمی است که دولت فکر میکنه که طالبان باید بیاین ادغام شوند در پروسه فیلی افغانستان، و از جانب دیگه طالبا برای فهم و درک هستن که باید دولت آمریکایی ها به طالبا بسپارن، که من فکر کنم اردوی از اینا در یک نوع گیچی کلی جریان داره، و این گیچی رو تنها یگانه کسی که میتونه واضح بسازه او آمریکا هست. ممنونم از شما فرشید حکیمیار، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از ویرجینیای آمریکا. آتش سوزی گسترده و انفجار در گمرک اسلام قلعه در مرز افغانستان و ایران خسارتی برای هر دو طرف به جای گذاشته. هنوز علت دقیق این آتش سوزی روشن نیست. یک مقام افغان گفته یک تانکر گاز که از ایران به افغانستان می آمده نشتی داشته و منجر به آتش سوزی شده. یک مقام محلی هم گفته تا کنون 17 نفر زخمی به بیمارستان مرکزی هرات منتقل شدند. این انفجار همچنین باعث قطع خط انتقال برق از ایران به افغانستان شده. از محمد قاضی زاده خبرنگارمون در کابل درباره جزئیات بیشتر این حادثه پرسیدم. سلام به شما. حادثه بسیار بزرگ هست و آشکار است که میزان خسارات مالی بسیار گسترده هست، اما هنوز مرگ کسی در این حادثه
تایید نشده رسما. تازه ترین اطلاعاتی که همین چند لحظه پیش از اداره ریاست صحت عامه رسید فقط زخمی شدن 17 نفر در این حادثه که زخمی شدند یا دچار سوختگی شدند تایید شده. اما حادثه آتش سوزی در اسلام قلعه آنقدر وسیع است که مقام های محلی این یک بحران و در این حال یک ضربه بزرگ بر پیکر اقتصادی سکتور خصوصی خواندند. و والی هرات در تازه ترین اظهاراتش گفته که تمامی تلاش های تمام امکاناتی که بسیج شده فعلا متمرکز هست که از بقیه اموال که مسئول مانده حراست صورت بگیره. و گفته والی هرات صدها موتر هم از محلات خطرناک به جای امن منتقل شدند. افغانستان از ایران و ناتو کمک خواسته، بیشتر از این موضوع به ما بگو. در این مورد هم والی هرات گفته که امکان حمایت و عملیات آتش نشانی هوایی در سطح منطقه جستجو شده، اما ظاهرا امکانش تا حالا نبوده که از طریق هوا کمک برسه. هرچند از ایران گفته میشه که نیروی آتش نشانی زمینی به مرز اسلام قلعه رسیده، ولی هنوز مقام های محلی تایید نکردند که نیروها عملا فعالیت خود را آغاز کرده باشند. پیشتر مهرالله بلوچ کمیسار نظامی اسلام قلعه هم به بی بی سی گفت که آتش سوزی به حد بزرگ هست که با نیروی زمینی و امکانات موجود داخلی نمیشه بر او به آسانی غلبه کرد. محمد قاضی زاده بود و از هرات با ما صحبت میکرد. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. تقریبا در کشور چرخیده و این یکی از زنگهای خطر جدی برای مدیریت کرونا است که آغاز شد. وزیر بهداشت ایران میگوید یکی از انواع جدید ویروس کرونا که اولین بار در بریتانیا کشف شد در ایران هم پخش شده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان میز مذاکره را ترک کرده و برای جنگ جدید آماده میشود. در ادامه برنامه پورتراهایی که یاد قربانیان کرونا را زنده نگه می‌دارند. و تصاویر زنده‌ای داریم از جلسه کنگره آمریکا. امروز مجلس سنای آمریکا در ادامه محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ممکنه درباره مجرم بودن یا نبودن او رأی گیری کنه. پیش از اون هم نمایندگان استیضاح کننده و وکلای ترامپ به جمع‌بندی دعواهای طرح شده و دفاعیات آقای ترامپ خواهند پرداخت. امروز همونطور که گفتم روز آخری است که در مورد این صحبت‌ها بحث خواهد شد. طی روزهای گذشته هر یک از دو طرف 16 ساعت به ارائه شواهد و طرح دعاوی و دفاعیات پرداختن. آقای ترامپ متهم به شوراندن هوادارانش و تشویق اونها به حمله به کنگره است. وکلای آقای ترامپ گفتن سخنان او قبل از حمله هوادارانش به کنگره چیزی خارج از عرف سیاسی نبود. البته در این تصاویر اتفاق زیادی نمیافته، ولی در ادامه برنامه های امروز این خبرها و ماجراها را از مجلس سنا امروز دنبال خواهیم کرد و با شما در میان خواهیم گذاشت. یک روز بعد از تصویب قطعنامه علیه حکومت نظامی میانمار در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ده‌ها هزار نفر در این کشور دست به تظاهرات زدند. مخالفان خواستار آزادی آنگ سان سوچی و بازگشت او به قدرت هستند. ارتش میانمار خانم آنگ سان سوچی را به همراه ده‌ها تن از دیگر سیاستمداران و برخی چهره‌های جامعه مدنی این کشور دستگیر کرده. یوان حسینی گزارش می‌دهد. دوازده روز از کودتا در میانمار گذشته، اما اعتراض‌ها به حکومت نظامیان همچنان ادامه دارد. برای معترضان که شعارهایی به نفع آنگ سان سوچی سر می‌دادند، روز شنبه عملاً یک فرصت ویژه بود. سالگرد تولد این مرد، ژنرال آنگ سان، قهرمان مبارزه ضد استعماری مردم میانمار و بنیانگذار ارتش این کشور، و پدر آنگ سان سوچی که از روز کودتا دستگیر شده. آنگ سان سوچی اگرچه بیرون از میانمار با انتقاد مدافعان حقوق بشر بر سر برخوردش با کشتار روهینگا روبرو بود، اما در درون میانمار همچنان یک چهره محبوب است. معترضان خواستار آزادی کسانی هستند که در این مدت دستگیر شدند. ما زیر بار حکومت نظامی نمی رویم. به رأی ما احترام بگذارید. خشونت علیه معترضان را متوقف کنید. اینها شعارهایی هستند
که برخی معترضان روی پلاکارت‌هایشان نوشتند. و البته اعتراض‌ها از خلاقیت مخالفان نیز خالی نبود. از اجرای موسیقی زنده در کنار خیابان یا رقص دست جمعی تا مقاومت مدنی بدین شکل. اما کودتاگران میانمار تنها از سوی شهروندانشان تحت فشار نیستند. در تازه ترین واکنش جامعه بین الملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با تصویب یک قطعنامه از حکومت میانمار خواست تا هرچه سریعتر آنگ سان سوچی را آزاد کند و سرکوب مخالفان دست بردارد. رهبرانی که به شکل دموکراتیک انتخاب شدند و اعضای جامعه مدنی بدون محاکمه دستگیر شدند. در بیانیه به روشنی ذکر شده که وضعیت اضطراری باید فوراً لغو بشه و همه کسانی که دستگیر شدند فوراً آزاد بشن. ارتش میانمار میگوید که در انتخابات این کشور تقلب شده و به همین دلیل قدرت را در دست گرفته. اما در نگاه مخالفان اقدام ارتش به معنای مرگ دموکراسی نوپای این کشور است. کشوری که تا 10 سال پیش توسط نظامیان اداره می شد و حالا در فاصله کوتاهی بعد از گذار به دموکراسی دوباره سایه سنگین دولت با تفنگ بر سرش سایه افکنده. کیوان حسینی، بی بی سی. دادگاهی در شهر لس آنجلس با بازگرداندن نظارت و مدیریت کامل اموال و امور مالی بریتنی اسپیرز به پدر این ستاره موسیقی مخالفت کرد. پدر خانم اسپیرز حدود 13 سال مدیریت کامل اموال او را در دست داشت. خانم اسپیرز با شکایت به دادگاه خواستار به دست گرفتن کنترل اموالش شده بود، اما دادگاه به جای اون شخص دیگری را به طور مشترک با پدر او به عنوان مدیر اموالش تعیین کرده بود. همزمان با صدور این حکم، مستندی درباره زندگی پرفراز و نشیب بریتنی اسپیرز که نیویورک تایمز ساخته در شبکه‌های اجتماعی و دنیای موسیقی توجه زیادی جلب کرده. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ما بیشتر در مورد این مستند بهمون بگو. بهمن، واکنشی که خود خانم اسپیرز داشته شاید نوعی این اهمیت این مستند رو نشون بده و اون این است که گفته از اون چیزی که افراد از بیرون نگاه میکنن و تصویری که از زندگی مخصوصا افراد سلبریتی و معروف و موفق دارن با آنچه که در درون زندگیشون میگذره در خیلی موارد متفاوت هست و این مستند هم دقیقا همین رو به تصویر کشیده. مشکلاتی که او به خصوص با توجه که شهرتش در دوران جوانی به اوج رسید باش مواجه بود، مشکلات روانی که منجر و روحی و روانی که منجر به این شد که پدرش اموالش رو تحت کنترل بگیره و بعد برخوردی که رسانه‌های مخصوصا هنری یا حتی دوست پسرای سابقش با او کرده بودن که منجر به این شد که یکی از معروف‌ترین‌هاشون جاستین تیمبرلیک که خودش هم خواننده و ستاره موسیقی هست معذرت بخواد بعد از پخش این مستند که در زمانی که او با رسانه‌ها صحبت می‌کرد در سال‌هایی که با هم دوست بودن یا بعد از به هم زدنشون حرفای زده که او هم کمک کرده به مشکلات روحی و روانی خانم اسپیرز. در نتیجه این مستند در اینی که خود خانم اسپیرز در شرکت نکرده، یعنی مصاحبه بش نده، یه تصویری از وضعیت او میده در اون سالها که نشون میده با چه مشکلاتی گسترده روبرو بوده و حالا این دعوای حقوقی هم در کنارش که با پدرش در گرفته برای اینکه بتونه اموالش رو کنترلش از دست پدر خارج بکنه که دادگاه حالا نیم پاره به نفع او رای داده، نه کامل ولی بالاخره یه گام به نفع خانم اسپیرز هست. دوست پسر ایرانی تبارش آقای اصغری هم در یک پستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته است که او هم خیلی از اینکه پدر خانم اسپیرز سعی کرده زندگی اونها رو رابطه‌شون رو حتی کنترل بکنه خشمگینه و واکنششون داده. در مجموع این سبب شده این بحث بالا بگیره که نوع برخورد رسانه‌ها به خصوص با ستارگان موسیقی جوان بعضی اوقات به قدری بی‌رحمانه است که کمک می‌کنه به اینکه اونها مشکلات روانی و روحی بسیاری داشته باشن. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. یک هنرمند مهاجر در شرق بریتانیا با طراحی پورتری قربانیان کرونا به خانواده‌های اونها کمک می‌کنه تا خاطره عزیزانشون رو زنده نگه دارن. اون این کار رو چند هفته پیش داوطلبانه شروع کرده و بابت طرحش پولی نمی‌گیره. او در چند هفته 25,000 سفارش از نقاط مختلف بریتانیا گرفته، ولی این هنرمند مهربان میگه که در روز فقط 25 چهره میتونه طراحی کنه. چهره هایی که بیاد خواهد موند.
طرحهایی با جزئیات کامل از کسانی که بر اثر کووید درگذشتند. هدیه‌ای برای بازماندگان آنها. پدرم تو موج اول کرونا اواسط بهار تو خونه سالمندان فوت کرد. خدا رحمتش کنه. خیلی سریع اتفاق افتاد. دکترها گفتن یه شبانه روز بیشتر زنده نمیمونه. از همه سخت‌تر اینه که هیچ وقت نشد باش خدافظی کنیم. برای همین دور خودم چیزایی جمع کردم که خاطرهشو برام زنده میکنه. آنا اهل شهر بورتموث است. هنوز طرح چهره پدرش به دستش نرسیده. ولی آن را دیده. احساس میکنم که بابام داره نگام میکنه. خیلی قشنگه. این طرح هدیه یه غریبه مهربونه. فوق‌العاده است. این هنرمند غریبه کالوین تایلور لی است. او از چند هفته پیش شروع کرده به طراحی چهره کسانی که بر اثر کرونا جانشان را از دست دادند و بعد طرح را بدون دریافت پول به خانواده هایشان میفرستد. چند هفته پیش یه نفر ازم خواست چهره پدر بزرگش رو که از کرونا فوت کرده بود طراحی کنم. برای همین شروع کردم به طراحی چهره شون برای زنده نگه داشتن خاطره اونها. فکر کردم از این راه میتونم چیزی به جامعه ببخشم. او از همه جای دنیا سفارش دریافت کرده و فقط در بریتانیا 25,000 نفر به او مراجعه کردند. بعضیا به طرح خیره میشن و بعد میبوسنش. این برای من خیلی معنا داره. چون میدونی وقتی یه کسی رو خیلی دوست داری و بعضی وقتا که اونا رو میبینم میخوام باهاشون بزنم زیر گریه و بغلشون کنم ولی نمیشه. کریستین ماه گذشته پدرش رو از دست داده. باور نکردنیه. وقتی پاکت رو باز کردم باورم نمیشد. چقدر خوب طراحی شده بود. شبیه بابا بود. لبخند زیباش نمایان بود و انگار داشت از روی تصویر به من نگاه میکرد. هر شب کنار تخت خوابم میذارمش. چون این یه کار هنری ارزشمنده و من قدرش رو میدونم. مطمئنم که بچه هام هم بعد از من قدرش رو میدونن. برای خوندن مطالب متنوع همیشه میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید bbcpersian.com. همین حالا در مطلب در وبسایتمون یه مطلب قشنگی هست با عنوان جیم هاینز، مردی که جهان رو به شام دعوت میکرد، کسی که 40 سال در خونش رو به روی هزاران غریبه یک شنبه ها باز میکرد برای شام و مردم میتونستن به خونه اون بیان و با هم معاشرت کنن. غریبه هایی که همدیگر رو تا قبل از اون ندیده بودن. او اخیراً در پاریس درگذشت. این مطلب رو میتونید در وبسایت ما ببینید. میرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.